دوستهای به نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یار هستم. توجه شما را به برنامه 271 خود که مصادف به هفته آخر ماه مارچ سال 2016 میلادی است صمیمانه جلب می کنم. در این برنامه ما یک خائن ملی را به شما معرفی می کنم. این خائن ملی عطا محمد نور، والی ولایت باستانی بلخ عزیز ماست. شما سعی کنین اینی عکس با ریش و کلا از زمان جنگ در مقابل روس و پاکستان است و اینی عکس دیگه از سالهای اخیر یا بگویم 15-20 سال اخیر است و شما ببینین که همی خائن ملی شهر زیبای مزار شریف چی ساخته؟ ای با منو پنهان شده از دل سلامت میکنم، ای با منو پنهان شده از دل سلامت میکنم، قصد مقامت میکنم، تو کعبه‌ای ارزارم قصد مقامت میکنم، شب خون روشن می شود چونیا دینا من می کنم، ای با منو پیها چود از دل سلامت می کنم، موسیقی
تو در آش تو وان در دل پر جوش تو در گوش تو در آش تو وان در دل پر جوش تو این ها چی باشد تو منی شما حتی میگین که او بدر تو دیوانه شدی؟ این مزار شریف خوا از کل افغانستان کده زیبا جور شده تو چطوری را خائن ملی میگی؟ خال در این مملکته که کل یه خیانت میکنه و مفروشه و ترور میکنه و میکشه و انتحار میکنه قهرمان ملی گفته میشه حال اگه من ایران قهرمان ملی بگویم خو به انصافی است خود تفاوت از یاد چی میشه آلو مردم های دیگه خو القاب برای خود وقت گرفتن به یکمی عطا محمد نور یه خائن ملی قبول کنیم اگه نه خود گوالا غیر منصفانه است که ما کل او خائنین هم بگیرم قهرمان بگویم و یه آدم هم سعی کنین ادامه از ایره باشد تو منی این وصف آمد میکنم ای با منو پنهان چو دل از دل سلامت میکنم تو کبایی جارم قصد مقامت میکنم شما فکر میکنین که کدام جای دیگه به اندازه مزار در افغانستان آباد شده؟ و شما فکر میکنین که آبادی در افغانستان یک کار آسانه؟ مهمترین چیز برای آبادی مسئولیت است. شما امروز اگر مزار مقایسه کنین با کابل، با قندهار، با جلال آباد، با هرات و غیره و غیره در کدام جای افغانستانه که ده چند مزار انتحاری نمیشه؟ ده چند از این عملات تروریستی نمیشه، ده چند از این طالبا گردن نمیبرن. یعنی در مزار کمترینش است و شما فکر میکنین کی سر به خود امیر رقمی شده؟ امروز پاکستان کثیف از هر جای افغانستان کرده میخواه که بلخ باستان ما را
به یک قبرستان از مردم ما تبدیل کنن، به یک ویرانه منهدمش کنن و با خون ما یک جای بسازن، عجین بسازنش. اما یک نفر در اونموجه اینمی را جلوگیری میکنه و اونمو خائن ملی اینمی عطا محمد نور است. شما سعی کنین، اینی روز نوروز است و ببینین که در اینجا چقدر نفر در این شهر میآید و چقدر ضرور است که اینجا مسئول باشه، انتحاری صورت نگیره. سعی کنین. برم با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال ازار آوا دل بر جان سیل گلی لال ازار آوا دل بر جان یکی برم با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال ازار خودم بوی تو دارا شمیم عطرگی سوی تو دارا شمیم عطرگی سوی تو دارا سر عاشق هوای سجده چن با محراب دعا یکی بره با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال ازار آوا دل بر جان اگر باغم بهارانم تو باشی اگر شامم چراغانم تو باشی اگر شامم چراغانم تو باشی بدامان لطیف صبح و گاهان بیای من غزل خوانم تو باشی بیای من غزل خوانم تو باشی یکی برم با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال ازار آوا دل بر جان در و دیوار من بوی تو دارم
سهر در خشتن خوی تو دلم پر پر زنان اندر تب و تاب هوای پر زدن سوی تو داره هوای پر زدن سوی تو داره یا که بره با شما فکر میکنین این جمع جوش، این آرامش، این آبادی بدون یک مدیریت خوب ممکنه؟ و اون مدیریت خوب در اینجا کی پیش میبره؟ یک خائن ملی به نام عطا محمد نور. والی بلخ اینال وظیفه هر کسی که وطن دوست داره که والی را کمک کنه در درون و بیرون مملکت. اما آیا می کار ما میکنیم؟ شما سعی کنین اینی آقای نورستانی است که رئیس اینمی شبکه انتخابات بود یا ریاست مستقل انتخابات. شما دیدین یک سال پیش که بزرگترین توطئه در انتخابات افغانستان و بزرگترین تقلب در تاریخ انتخابات دنیا در افغانستان با وقوع پیوست تحت ریاست اینمی کثیف. اینال شما سعی کنین که اینمی کثیف نوکر پاکستان در مورد اینمی عطا محمد نور چی میگه؟ خپل نور صاحب دی متوجه شی در فیسبوکونو تی مراجعه که خپل عکس دی وګوري چې د جهاد په وخت کې په پخو کې بوت نه وو او نن کم مرتبه ته رسیدلې دی. خیانت دې ته وایي چې د مثلا د کم ځای نه دومره جایدادونه ده پیدا کړل. دې ته موږ خاین وایو چې اصلا د څه نه درلودل او نن تقریبا نیمای مزار د ده په هغه کې دی. میگه سایکو یا تا محمد نور وقتا در پای خود بوت نداشت. آل سایکو که چقدر دارایی پیدا کرده. امین نوکرای پاکستان یا میخواین که خوبترین نفرای افغانستان رو بدنام کنه؟ گلبدین خوبه، او ملا عمر خوبه، او کسایی که انتحاری میکنه، کرزایی که وطن مفروشه، اشرف غنی، اینا خوب هستن. این اینایی که از ترور و انتحار جلوگیری میکنن و میسازن اینا خائنین ملی است. و اینمی نوکرای پاکستان اینمی شک و تردیده در ذهن مردم میته. اینی آدم کثیف میگه چه ده جهاد پا وقت که پا پخو که بوت نو میگه ای ده وقتش ده پای خود بوت نداشت. معلوم دار در مقابل روز جنگید، در مقابل پاکستان جنگید، کالا نداشت، نان نداشت، او نداشت. امروز در افغانستان یک شرایط دیگه است. ریش خود تراشیده، کلاه خود پس کرده، تصمیم گرفته که وطن بسازه. یک مسلمانه، اما مسلمان افراطی نیست. در پالوی ازی که مؤمن و مسلمانه، به فرهنگ مملکت احترام داره و اگر امی نباشه ملاها نوروز سر ما و شما وقت آرام میکنن، امی مزار، امی زیارت مزار تخریب میکنن. اینه اینی ملای گنده رو سعی کنین چی میگه؟ پیش خود وقت فکر کردین که چرا در بلخ اینمی چیز صورت میگیره؟ بجهت از اینکه ما شما زمانی که در تاریخ مراجعه بکنیم بلخ جاییست که آتشکده مجوسی ها در اونجا روشن میشد. برادرستان چرا در دیگه جایی نمیشه که در بلخ این کار صورت میگیره؟ و کی گفته میتانه؟ و کی گفته میتانه؟ والله اعلم که اگر ما تو در تاریخ مراجعه بکنیم کی گفته میتانه که محل که امروز روزه قرار داره شاید کمی محل باشه که در آتشکده مجوسی ها بوده باشه. میگه از کجا معلوم که امی آتشکده زردشتی ها نبوده باشه؟ خب بوده، اگه بوده بوده. امروز یک نمازگاست، امروز محل عبادت، روز پنج دفعه در اجازان داده میشه. ایگه پاس کجا میاید؟ از عربستان و از پاکستان. اینا بلخ میخواین و ایران کنن، مردم کار نداشته باشه. مردم که کار نداشت چی میشه؟
طالب. اینا در بدل 100 200 دلار میگیرن، رایش میکنن تاجیکستان، ازبکستان، ایران، این مناطق سر از یا خراب میکنه و هر چی خش که کشتم شد بالا در پسش. اینی آقای خائن ملیت ها محمد نور اون از او جلوگیری میکنه و پاکستان و نیتو و اکثر از یا از این بسیار ناخوشه. در کل جای نمی ترمپت گرفتن و میگن که ای بسیار یک دوز آدم و بسیار پیسه چور انداخته، چارایی ها را ای گرفته. همی گپایی که عطا محمد نور بسیار پیسه داره و ما خودم شنیده مستقیم که از 1,000 میلیون دلار زیاد داره و ما چم چطور و چنان و شبکه های جاسوسی جهانی ها میره اعلان کردن و شکشکه انداخت. با عطا محمد نور یک شبکه جهانی مصاحبه کرد، ببینین که چی میگه. محمد نور به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. تشکر آقای فنی عزیز، تشکر از دعوت شما. شما رو یکی از شخصیت های بسیار پرنفوذ، ثروتمند و فعال هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی میشناسند. شما قبل از سقوط طالبان نسبت به بقیه سیاستمدارانی که خیلی مطرح بودن و به قول شما نسبت به جنگ سالاران خیلی کمتر شناخته شده بودید، ولی خیلی زود این قدرت و نفوذ و ثروت شما به دست اومد. از کجا؟ تشکر. البته مبارزه ما بیشتر از 30 سال میشه که در جنگ علیه شوروی و در جنگ علیه طالبان و القاعده و در 13 سال صفحه نوین افغانستان کار کردیم، زحمت کشیدیم. ما در دوره جهاد هم یکی از جبهات بزرگ افغانستان، مطرح افغانستان بودیم و بدون شک تحت یک چتری رهبری کار میکردیم که استاد براندنی رهبری شهید رهبر بودن و قهرمان ملی میراث عامل ما در داخل. بهتر همی بود که همه کار از یک دستور از صورت میگرفت، اما ما او توانایی و ظرفیت های خود که امروز داریم در اون روز هم داشتیم. اما در این 13 سال طبعا در افغانستان یک صفحه نو ورق خورد. در اینجا مبارزات مدنی را افتید، حرکت ها و فعالیت مدنی را افتید، قانون اساسی تصویب شد. حرف مثل دیروز مبارزات گرم نمیزد، حرف امروز قانون و حرکت های مدنی و سیاسی میزد. با خاطر ما کارزار جنگ های گرم که یک مسئولیت ما بود که در برابر کشور برای آزادی کشور ادا بکنیم، چی در برابر شوروی چی در برابر تروریسم، و این مسئولیت خواستیم در عرصه فعالیت های مدنی و سیاسی هم ادا بکنیم. خب آنقدر که ما شورا داریم با ثروتمند بودن به او حد نیست، هم خب پول داریم که محتاج کسی نباشیم و دست به کسی دراز نکنیم. حتی با حضوری بیش از در حدود 50 کشور که در افغانستان حضور داشتن، دست هیچ نوع کمک به اونا دراز نکنیم، در حساب شخصی مال بتم. بله. اما خود توانایی داشتم که من خودکفا بوده باشم، از او هم مشکل شخصی حل بوده باشم، هم در کارهای مبارزات سیاسی خودم داشته باشم. لیست خیلی بلند بالایی هست از میزان ثروت شما و از شهرک ها گرفته تا مراکز خرید گرفته تا پمپ بنزین گرفته، همه اینها. و البته گفته میشه که خیلی ها شما به اسم دیگران، اعضای خانواده و کسای دیگه کردین. و به هر حال شما حالا با همین توضیحاتی که شما دادید در اون وضعیتی که در حال جنگ بودید قاعدتا ثروت اندوخته ای نداشتین دیگه، این ثروتی بوده که بعد از این ماجرای به اصطلاح فعالیت های در طی فعالیت های سیاسی اقتصادی به دست اومدید دیگه. خب در دوره جنگ هم کسایی که ده ها هزار نفر تمویل میکرد یا شما میکرد طبعا امکانات زیاد اختیارش بوده، یعنی ما کسی نبودیم در اون وقت که تنها خود ما بودیم. ما ده ها هزار افراد اطراف خود مسئول جبهه خود اکمال میکردیم، یعنی امکانات به اختیار ما قرار میگرفت و به سربازان و مجاهدین خود به مصرف میرساندیم. حریفای ما بهتر از تایی که تهمت بزنن میدان براین مبارزه بکنن. این همه چیزایی که برای ما اینا نسبت میتن، البته شما شنیده باشیم و به فیسبوک خود در صفحه فیسبوک خود یک پیام گذاشتیم که هر جایدادی را که در خارج در بانک های بیرون هیچ چیزی از چشم بانک جهانی و خصوصا دوستای امریکایی و غربی و اروپایی ما پنهان نمیمانند، گفتم حتی به نام خودم، به نام خانمم، به نام دخترم، به نام پسرم، به نام هر یکی از بستگانم چیزی را یافتن و بر اونا میبخشیم. البته گفتیم که اونا همیشه گفتن که 1 میلیارد و 100 میلیون و 10 میلیون. چقدر ثروتتون؟ خب گفتن نمیتونیم که هیچ ندارم، اما ای را گفتن میتونم که 5 میلیون هم ندارم. خب گفتن نمیتونیم که هیچ ندارم، اما ای را گفتن میتونم که 5 میلیون هم ندارم. خب گفتن نمیتونیم که هیچ ندارم،
اما ایرا گفتم میتونه که 5 میلیون هم ندارم. 5 میلیون هم ندارم. هر کسی دلار دیگه منظور. بله دلار. هر کسی از این بیشتر یافت ما برای شما رو میبخشم. خب حالا داخل و در خارج. هر کسی از این بیشتر یافت ما برای شما رو میبخشم. خب حالا داخل و در خارج. هر کسی از این بیشتر یافت ما برای شما رو میبخشم. خب حالا داخل و در خارج. میگم ما از امروز پیسه ندارم، ما در وقت جهاد هم هزارها و ده هزار نفر ما اکمال میکردیم، یعنی از او وقت هم ما یک دارایی در دست خود داشتم و در این قدر سال هم معلوم دار جنگ خلا شده، این نفرها کلگیشان مثل دیگرها کار میکنن، میتونن تجارت کنن، میتونن پیسه پیدا کنن، اما با همه کارا میگه ما برای شما میگم که ما امی دارایی منقول و غیر منقول ما 5 میلیون دلار. از 5 میلیون زیاد ندارم، کمتر دارم. و هر کسی که امی را ثبوت کنه با شمول امی شبکه جاسوسی، با شمول غربی ها که کل دارایی مردم از افغانستان میفهمن، امی ها بیایه برای ما ثبوت کنه که اینه 5 میلیون و 100 هزار یا 10 میلیون یا 100 میلیون، اما 5 میلیونش هم میگیرم دیگه شک چک نشته میکنم برشان میتم. عالمی نفرایی که میگن که زیاد پیسه داره چه خوب یک چانس پیدا شده، بیا بگو که اینی جای اینی جای اینجا اینی نمره قواله تو خواسانه در شاروالی میری میگیری اموره، اگر به نام خودش است به نام زنش اولادش عطای فامیل خودم مثل برادر خودم دمی شامل ساخته، میگه بیا بکش که ما امیر نشته کنم برای تو. عالمی هر کدامتان که امیر دارین نگوین، بیاین بکشین. این ما شفیع عیار ما ایر در تلویزیون میکشم، بیار کل داراییش برای من نشان بده که از 5 میلیون زیادتره که ما بکشم. یعنی در اون زمانی که گفته 5 میلیون شاید 2-3 سال پیشه، خب اگر اقتصاد بهبود یافته باشه فکر کن 6 میلیون 7 میلیون شده، مگر تو بیا از اون که زیادتر بکش که ما میره در تلویزیون بکشم برای آقای عطا محمد نور که این دروغ گفتی بیا بده یک دانه چک. اما چرا؟ چرا این شبکه‌های جاسوسی پیسه دیگرها را حساب نمیکنه؟ امروز محمود کرزی حداقل 300 میلیون دلار داره. این مینا بزرگترین پیسه ها را از افغانستان بانک وقتی که دوزی شد اینا ببخشین کابل بانک یا دونمو حصه داشتن. آقای محمود کرزی 10 میلیون دلار از بانک گرفته بود و بانک افغانستان قرار اطلاع میده در 5 یا 6 میلیون دلار که تزی سطل کرد، گفت خیره بلا در پس 50 میلیون بته 6 میلیون، اما 6 میلیون هم از اکانت خود نداده. همه تو شکریه بارگزای اینا حدود 1000 میلیون دلار پیدا کردن از امی قراردادای تیل که آقای کرزی برشان داد و اینا امو تیل هم حق و حلال نمفروختن، تیل گرید پایین میگرفتن برای تیاره و تیاره آریانا سخود کرد، 150 نفر دو کشته شد و برین در یوتیوب همی ماندگیست. ما یک دفعه در برنامه خدا ماندم آقای پیروزی نزدیک 1000 میلیون دلار امیال داره و زیادتر از او. از زندان آقای کرزی خلاصش کرده بود 900 میلیون دلار میخواست انویست کنه در یک پروژه در افغانستان که سرصدای بین المللی بالا شد، پس گرفتن بردنش از زندان. مثل ازی ما عضو فامیل دارم از المند، قصه کرد گفت دلمند یک نفر بود، من مای 100 دلار میدادمش برم کار میکرده که خوش بود که توبه، امیال 60-70 میلیون دلار نقد پیسه داره. از چی؟ از قرارداد ساختگی با امریکایا. مثل ازی در افغانستان هزارها نفر است که 10 میلیون و 20 میلیون و 50 میلیون داره، اما فکر نمیکنین یک آدمی که والیست اینقدر سالا در خط اول بوده ای نمیتونه که 5 میلیون دلار داشته باشه؟ میتونه، اما چرا در ای جای سر از واک از گپ نمیزنه؟ کل توجه در سر عطا محمد نور استه. اینال در مقابل آقای عطا محمد نور در این روزا آقای دوستم خیسته، آقای دوستمه که باید دستای عطا محمد نور ماچ کنه، چرا که در مزار ازبک زندگی میکنه. ازاره ما، بسیاری ازارهای ما که دیگه در مناطق خود در بامیان و غزنی زندگی نمیتونن یا در اونجا رفتن آرام زندگی میکنن، پشتون ما زندگی میکنن، تاجک ما یک مهد از تاجک ها از بلخ باستان مهد تمدن ماست در اینجا با آرامش زندگی میکنن. یعنی همین صلح و صفایی که در مزار است
امی اقتصاد یا رشد اقتصادی که در مزار است یه خوب به نفع کل ازی است. اگه پشتون هم هستی در مزار آرام زندگی میکنی، اگه ازبک هم، اگه تاجک هم، اگه هر کسی که هستی در اونجا خوب زندگی میکنی. اینال کل لگیده می فکره کی را ویران کنیم. و آقای دوستم گرفته توسط نفرهای خود ایجا مظاهره برا انداخته که عکسای مره چرا پس کردین و باسه کنین رفته در اوجا مظاهره کرده و عکس اشرف غنی خائن بالا کرده، عکس بران الدین، عکس مسعود، عکس دو سه نفر دیگره. الوار چرا بالا کردی؟ خواه ما عکس خود میدادی و هیچ مشکل نداره. کدام از او آمده که عکس بران الدین چرا ایجا نماندین یا عکس مسعود یا عکس چی را اشرف غنی را؟ حالا خواه ما عکس خود در دست مردم میدادی. اینال چانس ازی است که در ایجا یک جنگ شه و صدها و شاید هزاران نفر کشته شه و در ایجا تروریست ها رخ نکنه و امی اوزای پر از امنیت مزار شریف از بین ببره. و ایره کی میکنه؟ آقای دوستم و عیس نماینده ازبک متاسفانه. یعنی آیا می ازبکای ما دمی سمت شمال که تمی تاجک کدام مشکل دارن؟ نداره. به هیچ وجه در طول صدها سال نداشتن. مردم ازبک ما مردم با فرهنگ ماستن. در افغانستان شاید امروز در جمله اقلیت میند، اما اگه شما از سر دوستو تیشین و ازبک ها و تاریخ ازبک ها را مطالعه کنین، شما میبینین که چی یک قدرت باستانی فرهنگی اینا داشتن، چقدر علما داشتن. و اگر شما از رقص، هنر موسیقی، هنر شعر، ادبیات و علمای از یارا ببینین که تنگا تنگ با برادرای تاجک خود بودن. ما بسیاری علما را تا نمیفهمیم که ازبک بوده یا تاجک بوده، اما امروز این بحث نماینده ازبک آمده که تاجک کت پش ازبک در جنگ پرته. اما خود دوستم چی بوده؟ حالا می دوستم که میخواد که دمی مزار عکسای زی بالا شه، چرا عکسای تا در شبرغان نمی کنی بلند؟ دمی شبرغان چرا نمیتونی رفته؟ هر دفعه که میری کت 2000 نفر میری. اما مزار هر وقت که بوری میتونی که در تیاره بشینی آقای دوستم تا شوی اموج هر کس که میاید برات گلام میتونه بیاره، با افتخارم میتونی بوری. چرا؟ کونو عطا محمد نور در وج امنیت قائم ساخته. اما تو در جوزجان رفته میتونی؟ در شبرغان، در میمنه، در کجا رفته میتونی؟ عکسای در وج چرا نیست؟ ما هم امروز میخواستم که از امی شهر شبرغان یک نمای زیرا بگیرم در تلویزیون بانم مقایستوی با مزار شریف. به خدا شرمیدم. یعنی ما در امی شبرغان که دیدم یک مخروبه، یک ویرانه، یک چند تا خانگک های گلی ولاغ. یعنی ما شرمیدم که امو را بگیرم بگویم مقایسه کنین امیره با مزار شریف. خب معلوم دار مزار شریف یکی از جای بزرگ مملکت ها. مقایسه نمیشه با شبرغان، اما حداقل مقایسوی یک چیزه که خرد خوب باید باشه. شما همی امنیت مزار را ببینین که در کل افغانستان درجه یک است اگه یا خرابش نکنن. اما شما در شبرغان برین، همی هفته پیش یک دوست دارم که یا در شبرغان فامیلایشان است، ما بر از او زنگ زدم که امی را پرسان کنم. گفت شفی جان ما همی هفته پیش کت فامیل خالیم گپ زدم. گفت او بر ما گفت که اینقدر وضعیت در ایجا خراب است که وقت دکاندارا تا هفت در مزار تا صبح دکان آوازه، اما این میگه تا هفت شام دکان باز می بود. در اینی وقت ها 3-4 ماه آخر ساعت 5 دیگر دکانهای خود دکاندارا بسته میکنه از تک امنیت خرابه. آقای دوستم چرا اموجه را امن نساختی؟ امو زادگاهته؟ چرا امو را تعمیر نکردی که در اموج عکسهایت به افتخار بلند می بود؟ تو چی کردی؟ زندگی دوستم این از اینجا شروع شده، از این قهرمان ملی سعی کنن. برد دی جنبش دعالی قدر سفید وانده داسو
دا جنرال دوستم دے دل قہرمان دے دا جنرال دوستم دے دل قہرمان دے رہبر دت جنبش دا عالی قدر سخی زوان دے دیگه ایش سعی کنین در خدمت نجیب خاطر تصویه دره آقچان پلان عملیات صورت گرفت در اینجا یک جای با قواتای گارد وزارت داخله فرقه ما هم به این فعالیت سم داشت بر ما ایتر وظیفه داده شده بود که همه قرارگاه لشکر ایسارا اینه پیلن شما قرار دارین قرارگاهش بود شفاخانه را در طول 48 ساعت اشغال بکنیم برای محترم نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان اطمینان میتیم هر وظیفه که برای فرقه 53 سپرده شوه اینا حاضر آمده است وظیفه خود با اوست سرعت انجام بده و با نجیب چی کرد؟ نامردانه؟ نامردانه نجیب در کشتن داد کی رفتم میدان هوایی نجیب مانع ایجاد کرد که نتانه بره نجیب رفت در ملل متحد تا زمانی که پاکستان و طالبان آمدن کشتن شد ایره کی کرد نزدیکترین نفرش آقای دوستم امو که میگفت هر امر است نجیب صاحب ما در اختیارت هستیم امو کشتش که رفیقای خود چی کرد نزدیکترین رفیقای دوستم رو ببینین همین دخترش که به باج رایل است همین مادر از یک شاجور همین چی را پاپاشا بود یا کلاشینکوف در درون خود در معذر عام خالی کرد از خاطر دوستم و در امو جریانه که نجیب انو زنده بود در ملل متحد حساری ساخته بود خوده آقای دوستم با مسعود و با حزب وحدت یک جای شده بود بردوش خیانت کرد وقتی که پاکستانی ها از یکس و گلبودین رایی کردن که راکت بزنه و یه حکومت نوساختی افغانستان از بین ببره از طرف دیگه سبقت الله مجددی را رایی کردن به حیث رئیس جمهور موقت و اولین کار که سبقت الله امور ابو لهب مجددی کردی بود که عسکری ارتش افغانستان منحل کرد آمد گفت من کار ندارم بیادرها برین در خانه ایتان ارتش مملکت منحل کرد جاسوس پاکستان اما امو سبقت الله در امو زمانی که احمد شاه مسعود به حیث وزیر دفاع بود میره مزار شریف چون آیسای برش وظیفه داده که دوستم جدا که از خاطر زیا میره دوستم رتبه های بلند میته و در مقابل مسعود استادش میکنه و برش پیسه میته که دوستم جان توشکت مسعود نرو تو خودت یکوت نفر داری این ما از پاکستان تمویلت میکنیم سعی کنین اینی ابو لهب در امو سال هاست که ای رفته در مزار و دوستم رتبه های بلند جنرالی میته و اسوشیت پرس میاید در کابل در مصاحبه عظمی ابو لهب امیر پرسان میکنه و ای کل چیزا ساختگی است اسوشیت پرس از طرف آیسای خریده شده که ایر پرسان کنه تا که مسعود قار شوه و این سعی کنین در معذر عام چی میگه؟ خبرنگار اسوشیت پرس میپرسند که قبل از آن که تصمیم در مورد ترفیع جنرال دوستم گرفته شود آیا شما با آقای احمد شاه مسعود وزیر دفاع افغانستان مشوره کرده بودین و یا خیر؟ جواب نیست که ما با او نه مشوره نکردیم نه وقتی بود که با او مشوره کنیم ما یک شب در مزار شریف بودیم وسایل چم نبود ما این کار با مختارات خود این کار کردیم بود. دیدین؟ آه نه ما ولاک وقت نداشتم که مسعود گپ بزنم دیگه ما ایره با مؤسس اختیارات خود یعنی کسی که ارتش مملکت منحل ساخته رفته و دیگر رتبه کلان جنرالی داده حالا چی حاجت خود وقت ارتش از بین رفت رتبه جنرالی چی مانا داره و رتبه تنها نداده بود پیسه هم برش واده میته فورا آقای دوستم
میره امرای گلبودین در یک توطعه شریک میشه، به دستور آیسای و به وساطت ابولهب و عمله میکنه در شهر کابل و آنچه اسلحه‌ای که از حکومت نجیب مانده بود بعد از شانوازتنه در شهر کابل سر شهریای کابل خالی میکنه و اونمو ها بود که ایره بردن پاکستان. در پاکستان وقتی که رفت ایره اجرایی کردن، یک شاور دادن پاک ششتنشه، نامش ماندن آجی صاحب دوستم و ایره رئیس حزب جنبش ملی اسلامی، کسی که تا سالها نوکر روس بود بعد از اون نوکر آیسای شده بود، جنبش ملی ازش ماندن و کسی که تمام سالها بر علیه اسلام جنگیده بود جنبش اسلامی، جنبش ملی اسلامی که تا امروز نام داره. و آجی صاحب دوستم و حال آمده دختر خودم عج برده آجی صاحب رایل عالمی ها مزه اسلام فهمیدن که بهترین رای فروش اینمی است. اما با مزاری چطوری خیانت کرد؟ مزاری یک قهرمان بود. مزاری نمیخواست که خود با بیگانه بفروشه. پاکستانی ها امو رقمه که در سر دوستم کار کردن و بردنش پاکستان، سر مزاری هم کار کردن. بسیار تلاش کردن که مزاری را نوکر خود بسازه و به همین ترتیب یک جلسه در اینجا به وجود آوردن که آقای مزاری را بگن که ما طور رئیس جبهه صلح میسازیم، بیا که ما اینه که تقانی و اینی خواهینه دیگه. ولی سعی کنین که مزاری در اون زمان چی گفت که همه قوتایی که صلح خوش داره دیگه در افغانستان جنگ نمیخواه، امیدوار هستیم که این لشکر صلح سرکلن شد و ما فکر داریم که شما در سر این لشکر صلح باشید و ما فکر داریم که شما در سر این لشکر صلح باشید. ما مکرر اعلان کردیم که در افغانستان جنگ را رای حل نمیدن و این را در عمومی اعلان شدن، بلکه تفاهم و پذیریش هم دیگر را ما رای حل میدن و این را اعلان کردیم که هر روز افغانی ها خودش در داخل تصمیم بگیره میتونه مشکل خود حل بکنه و هیچ جایی در خارج امکان حل شدنش نیست و ایرم اعلان کردیم که هر روز افغانی ها خودش در داخل تصمیم بگیره میتونه مشکل خود حل بکنه و هیچ جایی در خارج امکان حل شدنش نیست. مخاک پای مزاری را در چشم خود سرمه میکنم، بر از او کثافت ها میگه مشکل مملکتم در درون مملکتم میتونه حل شه، در بیرون حل نمیشه. پاکستان ایره فهمید که نوکر که نمیشه، ای چانس است که دوباره با مسعود بره، با کسای بره که بر آزادی وطن می جنگن، ای باید از بین برده شه. ما بر شما امیرم میگم و والا سرش قسم هم میخورم که دوستم در قتل مزاری صداش و نزدیکترین رفیقای مزاری را استفاده کردن و شمول خلیلی بر کشتن. حالا خود دوستم میگه که والا وقتی که مزاری را کشتن ما بسیار دیگه ما حاضر بودم که هر چیزی که دارم و طالبا بتم کی را نکشن، اما نه، این پلان کشتن مزاری یک پلان سنجیده شده بود پیش از او هم دوستم میفهمید و این جزو از او پلان بود، در موی سگ گرفته بود. به خاطر چی؟ و دوستم میفهمید که مزاری را نمیتانم بر پاکستان ببرم، بناهن مزاری از ما جدا میشه، بر علی ما میجنگه، ازش باید جلوگیری کنیم. و در حزب وحدت امونایی که ستون فقرات هیچ نداشتن مثل مایی، اما را جلب کرد برای پاکستان و در کشتن و معاصره مزاری ازشان استفاده کرد و تا امروز اونا به نفع آیسای کار میکنن و اونا 10 ماه پیش یا 12 ماه پیش دیدن که کی امرای اشرف غنی، امرای اتمر رفتن به نوکری پاکستان، امرای گلبودین، امرای طالبا یک جای بودن. دوستم حال میخواه بگویه که مسجد پاکستان هستم، یک چند ماه پیش که رفته بوده سمت شمال میگفت که جنرالای پاکستان را کشتم، ما چمی حکومت پاکستانی، شبکه جاسوسی پاکستان. باور کنین او کلش ساختگی است. کرزی نمیگفت که CIA بعد است بر سالا؟ مگر شما یک کار دیدن که برای CIA بوده باشه؟ هیچ چیز ندیدین. آقای دوستم
ما برای شما ضمانت میکنم و ما ایره دمو وقت گفتم دمو وقت که کل اگه خیزک میزد فکر میکرد که دوستم از خواب خیستن نه ما گفتم بازی نخورین ای توته است و ماندم کلپایش اگپایش تحلیل کردم گفتم ای نوکر پاکستانه گفتم یمیال که رفته کته طالبا یمیال بافت ساخت داره اسلحه برده مخالفین طالبه اسلحه هایشان را جمع کرد بازار اسلحه ایشان از بین برد و شما سعی کنین اونو بعد از او مسئله قندس شد بعد از او بسیاری چیزا شد که گپ ما درست بود امیال هم اکتیاد میگه که امی جنرال صاحب دوستم دیگر ها تحریک کردن نه به خدا جنرال صاحب دوستم او آقای همدرد ایره استفاده نمیکنه ای ده تا آقای همدرد در جیب خود داره یه نمیاله به دستور ترکیه به دستور آیسای به دستور عربستان سعودی وظیفه داره که سمت شمال مسئولیتش از بین ببره کار از بین ببره تا که جوانای ما دیگه هیچ چیز نداشته باشن یعنی مردم بیچاره شده که شما سعی کنین در حدود 10,000 افغان در 1.5 سال در آبهای بین ترکیه و اروپا غرق شده یعنی این ملت حاضر است که هر کار کنه اگر مزار و سمت شمال سقوط کنه این مردم دیگه چی میکنه اروپا هم درایش بسته شده سرشان چی میکنه وقتی که برشان بگو این 300 مانه میتونم تفنگ بگی طرف تاجکستان و ایران برو میرن پلان اونمو است اما صد رای از او پلان کیست اینمی اتام آمد نور اونمو قماندان های کلان جمعیت اینمی کسایی که سمت شمال نمیمانند سقوط کنه بنان آقای دوستم دی توتا اصه داره شما ببینین که امی آقای دوستم 1 سال پیش کتیکی بود کت اشرف غنی بود جمعگل همدرد کتیکی بود کت اشرف غنی بود گلبودین کتیکی بود نفرای گلبودین کت اشرف غنی بود اتمر کتیکی بود کت اشرف غنی بود طالبا امو تقلبات که شد طالبا دایشه صداش به نفع کی تقلب کردن به نفع اشرف غنی کل از یا یک جای بود آقای دوستام بازی نخورین ایر جمعگل همدرد استفاده نمی کنه این قضیه به مراتب کلانتره شما در می 15 سال آقای دوستام قهرمان رو ببینین چی کده دو دوره رفت کت آقای کرزی هر دو دفعه خودش میگه گلنای ما رو پاره کردیم که برای کرزی رای بتین باز کرزی که آمد ما مردم رو نماند از اینجا کشید راست میگه کرزی دفعه دوم که آمد گفت بگریز ترکیه برو 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 دفعه اول هم کرد که تو نفرار کشتی که بندی میشی اما قکدن که رای گرفتن یک چند رو پیدادنش بازی رفت مردم ازبک به سرپرست ماندک این سعی کنین گپ خودش تیره از این حکومت نداشتیم که ساده گلینای ما شما پارا شده را تو کرده صاحب رای بتین او کرده صاحب رای بتین با ازبکی بگو با پشتو بگو با ترکمنی بگو با قنداری لجه بگو با قنداری لجه بگو با قنداری لجه بگو که با کرده صاحب رای بتیم کرد اما این توقع را نداشتیم ما را هر روز متهم بخ بعد از او چی شد؟ بعد از او آمد که اشرف غنی سعی کنین چی میگه؟ با امید خدا گفتم که مردم ما یک سیاست مدار شجاع پاتی دروغ نگویه به مردم افغانست امه تر یک رهبر کار داره ما مردم امه رهبر را پیدا کردیم امه داکتر فرمایزه بری رفت ما گفتم که همه جای آرزم یکان تا یک چیزی خواد گفت بعد از 1 سال باز گپ میزنیم اما ما مردم رهبر خود یافتیم کیست رهبرت؟ اشرف غنی آلیام یکان نفر میگه میگه باز 1 سال بعد ما شما را نشان میتم خو اشرف غنی با تو چی میکرد؟ اینه سعی کنین ما دیگه نمیخواهیم مکاتب برای جوانای ما بسته شود ما به طرف پید افغانستان نوین به افغانستان که حقوق همه ملت ها مساوی باشه ما به طرف پید افغانستان نوین به افغانستان که حقوق همه ملت ها مساوی باشه حقوق همه ملت ها مساوی باشه اشرف غنی ما را به طرف افغانستان نوین پیش میبره
که حق تمام ملیت ها یک برابر باشه، حقوق همه ملت ها مساوی باشه. بسیار خوب، نماینده مردم افغانستان آقای دوستم، که تو چقدر به حقوق ملت ها ارزش قائل هستی. اما سعی کنین اینی تهنج سخنگوی از اینمی چیز دوستم و عضو پارلمان، این دو سه هفته پیشی مصاحبه را کرده، سعی کنین چی میگه. ما ببینین ادعای بالاتر از حق خود از این نظام نمیخوایم. ما من نیسته فکر میکنین که اون حق داده شده؟ هرگز داده نشده. ما براتون میگم در شورای امنیت حتما صاحب بشنوه، به ما بگه که چند نفر از ما با تمام اقوام افغانستان احترام داریم، کلشان هم نیسته امو دیدی خود دوستش داریم، ولی برادری برابری یک اصل است. در شورای امنیت ما چقدر از این اقوام ازبک ترکمن داریم؟ در وزارتخانه ها وزارت مواد مخدره به ما دادن، تمام پرسنلش در تمام افغانستان از 500 نفر تجاوز نمیکنه. در معینیت ها جای ما کجاست؟ در ریاست های عمومی جای ما کجاست؟ در ولایات کجاست؟ در قلوردوها کجاست؟ در قماندانی های امنیت در کجاست؟ سفارت ها، شوراها، کمیسیون ها، شهرداری ها، ولسوالی ها. ما در فیصدی یک فیصد نیستیم. اختلاف است. یقینا ما حق خود میخواهیم، بالاتر از حق خود نمیخواهیم. دمی دو ماه قبل 63 نفر وزارت دفاع ملی تبدیل کرد. در بینش اعتبار کنید دو نفر از این همه اقوام موجبی کرده تو یک ترکمن نیست. این تو خود برادری شده نمیتونه، این تو خود همپیمانی شده نمیتونه، این تو خود در واقع اینمی نظام را که خدای نخواسته به چالش مواجه میکنن، در خطر مواجه میکنن، کسایی هستن که این توتر چینی میکنن. میبینن که گویا چوکی میگم ما را 10% حق ما را نداده، برای ما این حکومت چی داده؟ یه چیز نداده. خاله او آدم فریب خورده. تو هر دفعه میایی رای میتی برای اشرف غنی، برای کرزی، به اینا که افغانستان نوین بخیر میریم، باز یک سال بعد پس میایی که فلی فلس والا ما مردم بازه دادن، ما را 10% حق ما را ندادن. خب بسیار خوب، باز بازی خوردی آقای فریب خورده. بسیار خوب، حال 10% حقت نداده، 90%ش خورده، چرا در کابل هم مظاهره را نمی کنی بر علیه اشرف غنی که تو عکسای ازیره گرفتی در مزار بردی، عکسایش بالا کردی به حیث رئیس جمهور، در حالی که 90% حقت خورده و در اوجه چی شده؟ یک عکس گنده تا پاره کردن. هیچ چی گفت است که عکس ما اول تو به مزار چی کردی که عکسایت بلند شود؟ تو به افغانستان چی کردی که عکسایت بلند شه؟ تو به مردم ازبک چی کردی؟ تو برو در جوزجان، برو در شبرغان، در میمنه، در فاریاب، همین جایی که هموطنهای عزیز ازبک ماستن، تو برو که به این مردم خود چی کردی؟ این سعی که در این قدر جوانای فامیده که در مملکت ما از ازبک یو ازبک ها خواهی یک مردم با فرهنگترین مملکت ها، سعی کنین که تو از قات از وا چی یک کودن را به عیس نماینده انتخاب کردی. از گوش کنین این گپ های از ایرم او روزان مانده بودم. آقای تنج موجودیت جناب صاحب دوستم بود که عذاب دیگه آمدن گفتن که هر تصمیم را که جناب صاحب میگیره تصمیم سرنوشت ساز است، لقب پادشاه ساز را به خود اختصاص دادن. یکی مان صاحب پیشتر گفتین خودتان میگین که دکترای نبرد کسی که 40 سالی از عمر خود را در نظام و در جبهه و در جنگ و در مبارزه سپری کرده باشه و دوباره افغانستان را نجات داده باشه، یکی از کمونیسم، یکی از تروریسم و دوباره افغانستان را نجات داده باشه، یکی از کمونیسم، یکی از تروریسم. جلالت ماو رئیس صاحب جمهور در سال 2009 بیشتر از 2.3% رای مردم افغانستان را گرفته بودند، ولی ما با حمایت خود رای از اونا را از 55% بالا بردیم. تو چرا در قاطع مردم ازبک یک دوتا ازبک تحصیل کرده و شعار نمیگیری؟ در پیش روی نمیاری که دل ما باغ باغ شه که دوستم خیره که تو به سواد استی، اما یه نه چشم تصدقه که یک چند تا ازبک فامیده و شعار آوردی در قاطع تمام ازبک ها یکی تعین جایفتی، باز یکی هم دختر خود ببا آج رایله که او مکتب هم نخوانده، خدا تا صنف دوام خوانده، یعنی او دوستم خیانت بسه، وطن فروشی بسه.
اجازه بده از امیج پس شو که میانوطنهای ازبک ما یک دسته از جوانان خود پیش بیارن که اینا از مردم ازبک ما نمایندگی کنه، که اینا در آینده مملکت ما در ساختار اقتصادی و سیاسی ازی اصه بگیرن، که یا ما را کمک کنن که وطن از چنگ پاکستان نجات بتیم. تو چی ساختگی میایی یک دفعه 2000 نفر یک دفعه 5000 نفر در سمت شمال میری باز پس می ای دیگه طالبا از گرما گریخ، دیگه ملخک یک بار جست دوبار جست آخر به دست. هموطنای عزیزم، بخصوص شمایی که ازبک هستین، از شما صمیمانه معذرت میخوایم. خدا حاضر است که ما به احترام شما ما یکان دفعه میخواییم که می دوستم هیچ چیز نگویم، بخاطر از این که نشه که خدا ناکده یک نفر شما فکر کنین که نکمی شفیه یار بر علیه ازبک است. چون در مملکت ما بسیار تقسیم شدیم تا که گپ میزنی یک نفر فکر میکنه که بر علیه ماست و ولا ما نیستم. به خدا ما منعیس یک تاجک خجالت میکشم که ما در یک مملکت زندگی کردیم و مربوط شستم که در اینجا ما اقلیت های خود پایین زدیم، نماندیم در خط اول و ما صمیمانه با همه قدرت خود مبارزه میکنم که از بین بره. والا ما در افغانستان اگر یک روز زور داشته باشم، هزاره و ازبک ما و اقلیت های ما در خط اول قدرت قرار میگیرن و من تاجک به خدا ما در پشت سر میرم که تمام برادرهای تاجک خود، یعنی ما قرضدار هستیم از شما و همه تا هموطنهای پشتون ما از شما شدیدن قرضدار هستند، از ما هم که در وازیاتر قرضداره و در اون مملکت ما نمیتونیم بدون یک سیستم که همه حقوق مساوی داشته باشه، همه امتیازات مساوی و همه مسئولیت های مساوی نمیتونیم وطن خود بسازیم. یکان دفعه هموطنهای پشتون سرشان بد میخوره که ما میگم او زمان اکثریت و اقلیت گذشته، او به دیروز مربوطه، داینده افغانستان اقلیت و اکثریت وجود نداره. اکثریت در افغانستان همه مردم افغانستانه، هر باشنده مملکت ما در جمله اکثریته. من اهل کابل تو اهل غورات، من نسورا هم تو نسل هرات، لالا جان هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور، لالا جان لالا لالا دستو بالا، هر دو هست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا، پروان تو کندهاری، من مرد میدان، لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان لالا لالا دستو بالا، هر دو هست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا، مزارم تو مهد تاریخ، من شاهکارم، لالا جان زبان هر دو زبان عاشق، جهان هر دو جهان عاشق، لالا جان لالا لالا دستو بالا، هر دو هست من دیوالا، شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا.